آخر خط خبرها. حوادث اوائل دیماه باعث شد تا آمریکایی ها با برداشت غلط و تصور ناروا لایحه بودجه سال آینده ایران در مجلس. حسن روحانی میگوید اعتراض های پارسال بهانه ای برای موضع تازه واشنگتن علیه برجام شد. 11 زن و 2 کودک در میان 43 قربانی حمله دیروز کابل. هنوز کسی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته. به ما گفته شده که اینجا کودکستان معینیت شهدا و معلولین بوده، اما هیچ آثاری از این کودکستان بجا نمانده. امدادگران به دنبال 150 ناپدید شده سونامی اندونزی. شمار کشته ها به 429 نفر رسید. و اولین ایرانی تباری که توانست لباس سرهنگ افتخاری ارتش کانادا را به تن کند. کارهایی که برای خدمت و تبلیغ مالتیکالترالیزم یا چند ملیتی در کانادا کردم مورد توجه ارتش قرار گرفت و مدت خیلی زیادی طول کشید. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه سال 1398 رو برای بررسی و تصویب به مجلس داده است. او در سخنرانی بودجه مشکلات اقتصادی رو به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ساختار ناسالم اقتصاد کشور نسبت داد، اما نسبت به موفقیت دولت ابراز امیدواری کرد. در بودجه سال آینده 20% افزایش حقوق برای کارمندان در نظر گرفته شده. این در حالیه که بر اساس آمار بانک مرکزی ایران تورم نقطه به نقطه در کشور به 34.5% رسیده. گزارشی آماده کردیم، اما فعلا بله گزارش آماده است. گزارش شهریار سیامی رو با هم ببینیم. بودجه رو من تقدیم مجلس شورای اسلامی این بودجه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به رئیس مجلس تحویل میداد، مبلغی دارد که خواندن آن ساده نیست. کل بودجه بیش از 1700 هزار میلیارد تومان است که شامل بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی هم می‌شود، رقمی که شاید کمتر شنیده باشید. اما آقای روحانی بخش بودجه دولتی را این چنین گفت: بودجه امسال در مجموع با 407 هزار میلیارد تومان، البته این بودجه رو ما دو سقفی کردیم، در سقف اولش 4700 هزار میلیارد تومان، در سقف دوم 2 تا 20 هزار میلیارد تومان دیگر خواهد بود. بودجه که البته اصلاح شده است، آن هم توسط رهبر ایران. ظاهرا آیت الله خامنه ای قبل از ارائه بودجه به مجلس آن را برای هماهنگ شدن با فشار تحریم ها تصحیح کرده است. احتمالاً در قسمت‌هایی کم شده. رئیس جمهور ایران این بودجه را ضد تورم می‌خواند. قیمت دلار در سال آینده برای همه کالاهای اساسی ما 4200 تومان خواهد بود. دولت تصمیم گرفته حقوق شاغلین، بازنشسته ها، مستمر بگیرها را سال آینده 20% افزایش بده. بانک مرکزی اما قیمت مؤثر ارز را 5800 تومان در نظر گرفته، هرچند در بازار آزاد دلار بین 10 تا 11 هزار تومان خرید و فروش می شود. اگرچه دولت می گوید فقط 35% بودجه به درآمد نفتی وابسته است، ولی قیمت فروش نفت در این بودجه 54 دلار در نظر گرفته شده که همین حالا هم از قیمت جهانی آن بیشتر است، با این یادآوری که به دلیل تحریم ها صادرات نفت ایران کاهش چشمگیری داشته. پارسال دولت با مشکلات بزرگ اقتصادی شامل افزایش قیمت ارز و تورم شدید روبرو شد. آقای روحانی دلیل همه اینها را دو چیز می‌داند: تحریم و ساختار اقتصادی غلط کشور. تحریم‌ها تونست بر بازار ارز هم عملاً هم روانن تأثیر بگذاره. مردم ما شاید همه ریزکاری ها رو ندانند،
ما در مقطعی در اوائل سال 97 قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ما تقریبا صفر بود، اسکناس ارزی مقصودم هست. بسیاری از کارشناسان در مورد ساختار اقتصادی معیوب ایران صحبت کردند و مردم هم هر روز آن را تجربه می‌کنند، ولی این شاید اولین بار باشد که یک مقام بلندپایه کشور بر این موضوع تا این حد رسماً تاکید می‌کند. تا بانک ما سالم نشود اقتصاد ما سالم نمی‌شود. علاوه بر مشکل بانک‌ها، رئیس جمهور از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی که از بودجه عمومی تأمین می‌شوند، بیمه تأمین اجتماعی و ساختار غلط مالیاتی کشور هم انتقاد کرد. ساختار مالیاتی که در آن کم درآمدها مالیات بیشتر و پردرآمدها مالیات کمتر می‌دهند یا اصلاً مالیات نمی‌دهند. ساختاری که البته سکانش دست دولت است و اگر قرار باشد اصلاحاتی هم صورت بگیرد، دولت باید شروع کند. ولی به نظر می‌رسد هیچ کدام از اینها دغدغه اصلی بعضی از نمایندگان نیست، بلکه آب مایه حیات است که جو مجلس را به هم می‌زند. داره باز تاریخش میگه. بفرمایید آقای ما. آقایان عزیز، اینجا جمع نشید. نمایندگان استان خوزستان در انتقاد به مشکل آب در این استان سخنرانی رئیس جمهور را قطع کردند. انتقال آب دریا به فلات چقدر آب حساس امروز. آب بابا از خلیج فارس، دریای عمان، دریاها، ما آب رو شیرین می‌کنیم، منتقل می‌کنیم با بخش خصوصی. بنابراین مجلس حالا باید بودجه را برای تصویب بررسی کند. شهریار سیامی، بی بی سی. مهداد سید اسکری، روزنامه‌نگار اقتصادی از شهر اوسو در نروژ با ماست. آقای سید اسکری، این اولین بودجه است بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران. فکر می‌کنید چقدر می‌تونه بحران رو در واقع کنترل بکنه؟ ماهیتاً باید نگاه بکنیم که این کنترل بحران از چه سوی خواهد بود. این بودجه خواهد توانست که از به نقطه جوش رسیدن وقایع کنونی و بحران‌های جمهوری اسلامی جلوگیری بکنه، اما ماهیتاً این که به معنای بهبود وضعیت مردم در خصوص اشتغال، کنترل تورم، محاسبه نرخ ارز یا مباحث دیگه باشه، من بسیار بعید میدونم که این بودجه نفعی برای مردم ایران داشته باشه. خب ولی آقای روحانی خلاف این رو میگه و میگه که این بودجه با در واقع تمهیداتی که اونها اندیشیدند و اینکه یک بار هم رهبر ایران ظاهرا اصلاحاتی رو بر اون اعمال کرده، میتونه با شرایط موجود دولت کنار بیاد. ولی دولت بله میتواند از این بحران ها عبور بکند، اما همین که افزایش حقوق رو 20% پیش بینی کرده در حالی که آمارهای دولتی حداقل 37% و آمارهای دیگر تا 90% تورم رو نشون میده، نشان دهنده این هست که این امر یک شعار بیش از این نیست. همچنین مباحثی که در خصوص کسر بودجه ما داریم رو کماکان در سال آینده خواهیم داشت و دولت به ناچار مجبور خواهد بود برخلاف اسناد بودجه خودش و اسناد رسمی خودش به ماجراهای هیجانی که در امسال با باهاش سر کار داشتیم روی بیاره و این داستان کماکان ادامه دار خواهد بود. البته اون عددی که شما فرمودید متوسط افزایش هست 20%، ولی چقدر فکر میکنید اصلا گفته های آقای روحانی در مورد اینکه آمریکا تصمیمش رو برای اینکه از برجام خارج بشه بعد از اون اتفاقاتی که در دی ماه سال گذشته افتاد گرفته، چقدر این واقع بینانه است؟ ببینید بالاخره در صد آقای روحانی باید این کاسه‌کوزه های این مشکلات کشور رو بر سر کسی بشکند همان گونه که در 40 سال گذشته انجام شد. آقای روحانی بهتر از هر کس دیگه‌ای در سخنرانی‌هاشون گفته که ما 8 ماه تا 9 ماه قبل باید از این موضوع خبر داشتیم و سناریوهای مختلفی رو پیش بینی کردیم، اما اون چیزی رو که ما دیدیم عملاً بی‌دفاع بودن اقتصاد، سیاست و دفاع ایران در مواجهه با فشارهای قدرت‌های خارجی است. و به نظرتون ضعیف‌ترین نقطه بودجه سال آینده چیه؟ من معتقد هستم که میزان پیشبینی فروش نفت، تبدیل اون به دلار و نرخ ارز هم بسیار مشکل زا خواهد بود. همچنین دولت یک مشکل اساسی خواهد داشت در گرفتن مالیات ها با سیستم های جدید و نمیتونه افزایش بده. همچنین در خصوص بحث خصوصی سازی ها که یکی از منابع درآمدی بودجه هم هست، دولت به شدت دچار مشکلات و اعتراضاتی هست که به شدت در این نکات شکننده هست. ممنونم از شما مهداد سید اسکری، روزنامه‌نگار اقتصادی از شهر اوسو در نروژ. تلفات حمله مرگبار دیروز به 2 ساختمان دولتی در کابل افزایش یافته. وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرده که در این حمله 43 غیر نظامی از جمله 11 زن و 2 کودک جانشان را از دست دادند. 4 مهاجم هم کشته شدند.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. علی حسینی خبرنگار ما در کابل که به محل حمله رفته میگوید بوی دود، باروت و خون تمام اتاق‌ها را پر کرده. حمله ده‌ها اتاق را این گونه تغییر شکل داده. وضعیت تمام اتاق‌های دو طرف این راهرو شبیه اتاق قبلی شده. رد پای جنگ بین جنگجویان و نیروهای امنیتی در چهار طبقه وزارت فواید عامه به وضوح دیده می شود. نشانگر جنگی چندین ساعته. گفته شده چهار حمله کننده از این راه خود را به نزدیک دروازه معینیت شهدا و معلولین رسانده، محافظ آن را کشته وارد ساختمان شدند. یکی از مهاجمین در اداره معینیت شهدا و معلولین باقی ماند و به کارمندان آن حمله کرد. به ما گفته شده که اینجا کودکستان معینیت شهدا و معلولین بوده، اما هیچ آثاری از این کودکستان بجا نمانده. جز بسیار جزئی این به نظر رسید کتاب‌های بوده در اینجا که آتش گرفته، شدت درگیری به حدی بوده که کاملا از بین برده هر آن چیزی که در این اتاق بوده، سیم‌ها و کامپیوترهایی که داره قسمت بوده، کامپیوتر داره قسمت بوده کاملا از بین رفته. فقط در این قسمت اینجا که شدت حمله به اینجا نرسیده و نشانه ها و آثاری از کودکان بجا مانده. سه مهاجم دیگر به دیوار مشترک اداری شهدا و معلولین با وزارت فواید عامه ماین چسبانده، آن را انفجار داده و وارد وزارت فواید عامه شدند. این منطقه تا ارگ ریاست جمهوری و سفارت آمریکا حدود 1 کیلومتر فاصله دارد. اسدالله میرزا خانه‌اش با محل انفجار انتحاری در برابر وزارت فواید عامه حدود 20 متر فاصله دارد. فاصله کم وحشت زیادی را برای اهل خانه از جمله زنان و کودکان در پی داشته. صدای انفجار بسیار بلند بود، تا گوشه ما بود، تا چند دقیقه دیگه چیز نمی‌شنیدیم، بند بود و گرد و خاک خانه را هم گرفته بود. شیشه‌های خانه هم شکسته، سر وضعیت خانه هم خیلی خراب بود. سال هاست که زندگی افغان‌ها به گذر از خیابانی میمانه که هر آن امکان داره در آن انفجار صورت بگیره و در یک طرف آن نظامی‌ها و کارمندان دولتی کشته شوند، در طرف دیگر غیر نظامیان جان خود از دست بدن و ساعت‌ها در وحشت به سر برند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. عبدالرزاق وعیدی وزیر پیشین مخابرات و فناوری افغانستان امروز در سومین جلسه دادگاه ویژه وزیران بیگناه شناخته شد. او حدود 1 سال قبل از طرف محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از کارش تعلیق شده بود. مهمترین اتهام علیه آقای وعیدی حیف و میل میلیون‌ها افغانی برای استخدام 37 کارمند موقت در اداره تنظیم مخابراتی افغانستان بود. 8 نفر در حادثه واژگونی یک اتوبوس در محوطه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران کشته شدند. 28 نفر هم در این حادثه مجروح شدند. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات پس از این حادثه تعطیل شد و دانشجویان آسیب دیده با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شدند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از دادستان تهران خواست علت این حادثه را بررسی کند. وزارت اطلاعات ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از دستگیری 17 نفر به اتهام نفوذ در سیستم بانکی و ارزی در استان‌های مختلف کشور خبر داده. وزارت اطلاعات گفته این افراد که در استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، قم، کرمان و اصفهان فعال بودند، به بهانه واردات کالا ارز دولتی را به مقصد دلخواهشان حواله کرده و بعد ارزها را به قیمت آزاد می‌فروختند. در گذشت محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران بازتاب گسترده در رسانه‌های داخلی ایران داشته. از جمله روزنامه ایران همونطور که می‌بینید آقای شاهرودی رو فقیه نوگرا خوانده و روزنامه ابتکار هم مانند چند روزنامه دیگه عکس صفحه اول رو به رئیس سابق قوه قضاییه اختصاص داده و روزنامه شهروند که قبل از انتشار خبر در گذشت آقای شاهرودی زیر چاپ رفته از او به عنوان قاضی القضات سنت شکن یاد کرده. ما در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های زیادی بوده، البته خیلی متفاوت از اون چه که در رسانه‌های داخل ایران دیدیم که نیکولاس نیکساتات همکار ما از برنامه
اشک شما اینجاست که برامون در مورد اون واکنشا بگه. مرسی مجید. طبیعتاً نگاه به کارنامه ایشون بوده، 10 سال ریاست قوه قضاییه کم چیزی نیست و میراث رو مرور کردن، عمدتاً نگاه ها منفی است. اما کسانی که خواستن به اصطلاح منصفانه به قضیه نگاه کنن، یکیشون نازلی کانوری هست، یک رشته توییت کرده، از جمله اشاره کرده به بخشنامه‌ای برای متوقف کردن حکم سنگسار و در یکی از این توییت ها میگه که به دلیل کمپین فمینیست ها آقای شاهرودی میخواست که سنگسار رو بر بچینه، به دلیل کمپین فمینیست های مثل شادی صدر، محبوبه عباس قلی زاده، آسیه امینی، اما زورش به خشک مقدس هایی که حکم سنگسار صادر میکردن نرسید. اینجا همینطور میبینیم که باز همین نکته مثلا مثبت هم یک مقدار تلخ و شیرینه. چرا؟ چون همین خانم آسیه امینی که اسمش نقش شد در اون توییت از فعالان کمپین ضد سنگسار در جای مختلف در سایت زیتون و جای دیگه گفته که این لایه، این بخشنامه رو خیلی از قضات پیروی ازش نکردن، چون به قول ایشون قاضی دستورش رو از قانون میگیره نه از بخشنامه. بعد در کارنامه آقای شاهرودی مسائلی داریم مثل توقیف روزنامه‌های موسوم به اصلاح طلب، دستگیری‌های گسترده بعد از نارامی‌های سال 88، انتخابات 88، پخش اعترافات دستگیر شدگان از تلویزیون و البته واقعه و رسوایی کهریزک و خیلی روی این قضیه متمرکز شدن و روی این بحث جنجالی مداوایشون سال گذشته در آلمان وقتی که در زمستان 96 کشف شد که ایشون در شهر هانوفر در یک کلینیکی بستری شده و اون کلینیک هم یا بنیاد متعلق به پروفسور سمیعی هست، تظاهراتی شد، ایرانی‌ها اجتماع کردن و در نهایت ایشون آلمان رو ترک کرد. ما وقتی که خود بی بی سی فارسی با پروفسور سمیعی مصاحبه کرد گفته بود که اطلاعی از هویت ایشون نداشته. آقای کاربری به نام جان لاک نوشته که فرار ایشون از آلمان رو یادتون هست که زیر چتر در یک روز آفتابی قایم شده بود، بعد می‌گذاشتیم که دم آخری درمان بشه تا برای دادگاه بعد از سرنگونی آماده بشه. اون موقع یکی از نماینده‌های سابق پارلمان آلمان به اسم فولکر بک که بی بی سی فارسی با او هم مصاحبه کرد از ایشون شکایت کرد به اتهام نقض حقوق بشر، ولی خب قبل از اینکه شکایتش به جایی برسه آقای شاهرودی برگشت به ایران. باز توییتی که بیشترین ریتوییت داشته از آیت الله تناسلی هست که میگه که مراسم ختم هاشمی شاهرودی در آلمان در کلینیک پروفسور سمیعی برگزار شد. کاربر به اسم آلفا به او جواب میده، میگه که خواهش میکنم که رسالت یک پزشک رو دستمایه مسائل سیاسی نکنید. و باز پاسخ میشنوه که اعلام بیخبری از حضور شاهرودی به حرفه پزشکی ربطی ندارد. صدف بانو میگه که باز رو توییتر میگه باورتون میشه تعداد زیادی از شبکه‌ها و کارشناساشون به شاهرودی میگن روحانی معتدل، دیگه باید چیکار میکرد که بهش بگن روحانی تندرو. و بالاخره شخصیت شناخته شده و طنز پرداز کامبیز حسینی است که توییت کرده، میگه که یک جوری زندگی کنید که بعد از مرگتون این هم آدم خوشحال نشن، هشتگ شاهرودی. ممنون ازت نیکاس، تشکر. اما برنامه خبری بی بی سی با سرخط خبرهای مهم روز ادامه بدیم. رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه سال آینده کشور را برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاد. حسن روحانی همزمان گفته آمریکایی‌ها با برداشت غلط از حوادث دی ماه پارسال مواضع جدیدی علیه برجام گرفتند. شمار قربانیان حمله به دو ساختمان دولتی در کابل به 43 غیر نظامی رسید. 11 زن و 2 کودک در میان کشته‌ها هستند. در ادامه برنامه از سفر بابا نوئل در روستاهای پوشیده از برف تا اسکی سواری در قطب جنوب. بارش باران شدید در اندونزی موجب شده امدادرسانی به بازماندگان سونامی روز شنبه در این کشور با دشواری روبرو شود. مقام‌های اندونزی میگویند شمار کشته‌های سونامی حالا به 429 نفر رسیده. بیش از 1000 نفر هم مجروح و حدود 150 نفر دیگر هم ناپدید شدند. مقام‌ها همچنین از ساکنان نواحی نزدیک به آتشفشان آناکراتاوا خواستند که فاصلهشان را از ساحل حفظ کنند، زیرا احتمال وقوع سونامی دیگری وجود دارد. سمیر هشمی خبرنگار بی بی سی که به مناطق آسیب دیده سفر کرده از آخرین وضعیت در این مناطق گزارش می‌دهد. عملیات نجات همچنان ادامه داره و به خاطر شرایط بد آب و هوا رفتن از محلی به محل دیگه برای امدادگران بسیار مشکله. با این حال اونها همچنان به سواحل مختلف منطقه میرند و در جستجوی ناپدید شدگانند. هنوز سرنوشت تعداد زیادی معلوم نیست. بیش از 1000 نفر زخمی شدند. من در نزدیکی یکی از مراکز امدادرسانی ایستادم. امدادگران در این مرکز تلاش می‌کنند تا کمک‌های بشردوستانه رو که به اینجا فرستاده شده به روستاهای مختلفی که از سونامی آسیب دیده برسونند.
تعداد زیادی بی خانمان شدند، چون خانه های اونها نزدیک ساحل بوده و بر اثر سونامی کاملا تخریب شده و قابل سکونت نیست. بیشتر این افراد الان در اردوگاه های موقت ساکن شدند. نگرانی هایی نسبت به شیوع بیماری های واگیردار وجود داره و مسئولان تلاش می کنند با اون مقابله کنند. اما بزرگترین نگرانی دولت در حال حاضر بازسازی سیستم هشدار سونامیه. دولت حالا یک سیستم جدید هشدار سفارش داده و امیدواره که بتونه اون رو هرچه زودتر نصب کنه. سمیر حشمی بود. اما مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه به فرانسه هشدار داده که اگر نیروهای این کشور برای حمایت از نیروهای کرد در سوریه باقی بمانند به نفع هیچ کس نخواهد بود. آنکارا این نیروهای کرد را که علیهشان میجنگد تروریست میداند. آقای چاوشوغلو به خبرنگاران گفت کشورش مصمم است که هرچه زودتر سربازانش را به شرق رود فرات و شمال سوریه بفرستد. دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود آمریکا نیروهایش را از سوریه خارج خواهد کرد، اما فرانسه گفته نیروهایش در این کشور باقی خواهند ماند. دولت مکزیک اوایل ماه جاری میلادی طرحی را به اجرا در میاره که بر اساس اون افرادی که قصد پناهندگی در آمریکا را دارند باید تا پایان رسیدگی به پروندهشون در مکزیک بمانند. این اقدام که به درخواست دولت دونالد ترامپ انجام شده زندگی هزاران پناهجوی اهل کشورهای آمریکای مرکزی رو که می‌خواستند به آمریکا برند تحت تاثیر قرار داده. اونا حالا در شهر تیخوانا، یکی از خطرناک‌ترین شهرهای مکزیک، گیر افتادن و شرایط سختی رو تجربه می‌کنند. ویل گرانت گزارش میده. ساموئل و خانواده‌اش فکر می‌کردن این روزها در حال زندگی در آمریکا باشند، نه زندگی در چادری در مکزیک. این تصور آنها حالا به هم ریخته. بر اساس قوانین جدید آنها باید در شرایطی نچندان مناسب در مکزیک بمانند تا پرونده پناهندگیشان بررسی شود. به گفته وزیر خارجه مکزیک این تغییرات موقتی است و به دلایل انسانی صورت گرفته، چون مکزیک یک کشور ثالث امن به شمار می آید. اما این کشور چقدر امن است؟ در روزهای اخیر دو نوجوان پناهجوی اهل هندوراس در خیابانهای تیخوانا کشته شدند. ساموئل، همسر و فرزندشان مادلن را قبلا در مسیر آمدن به اینجا دیده بودیم. آنها هم مثل خیلی دیگر از خانواده‌های پناهجو هستند. فقیر، خسته و در حال فرار از تهدید و خشونت. آنها که همه چیز زندگیشان را برای رسیدن به اینجا ریسک کردند، نمی‌خواهند به کشورشان برگردند. اما مجبورند ماه‌ها و شاید سال‌ها در یکی از خطرناک‌ترین شهرهای مکزیک منتظر بمانند. نمیتونیم برگردیم چون من از سوی گروه‌های تبهکار در هندوراس تهدید به مرگ شدم. آنها بارها به خانه ما اومدند و دنبال من میگشتند. باید فرار میکردیم. هفته هاست که این افراد در چنین شرایطی با غذای کم و شرایط نامساعد بهداشتی زندگی میکنند. در حال حاضر تعداد زیادی از افرادی هستند که در این شرایط و این برزخ قانونی گیر کردند. وضعیتی که نه فقط تا کریسمس بلکه احتمالاً تا سال جدید هم ادامه خواهد داشت. صدها تن از این افراد در حال حاضر به کشورهایشان برگشتند و دولت مکزیک دیگران را هم تشویق می‌کند تا همین کار را انجام دهند. تصمیم دولت مکزیک بسیاری را غافلگیر کرده. چطور میشه از یک کشور تقاضای پناهندگی کرد اما سر از یک کشور دیگه در آورد؟ ترامپ با سیستم قدیمی مواجهه با پناهجویان مخالف بود. این تغییرات همان چیزی است که او از مکزیک می‌خواست. اما این تغییرات کریسمس غمگین امسال را برای پناهجویانی که در مرز مکزیک ماندند حتی سخت‌تر هم کرده. ویل گرانت، BBC نیوز، تیخوانا. برای نخستین بار در کانادا یک ایرانی تبار سرهنگ افتخاری ارتش این کشور شده. فرید روحانی که پیش از این به خاطر خدماتش به جامعه در مجلس سنای آمریکا مورد تقدیر قرار گرفته بود، اخیراً و در مراسمی نظامی به این سمت منصوب شد. بهمن کرباسی گزارش می‌دهد. در آستانه جشن کریسمس و تعطیلات آخر سال، مراسم معارفه سرهنگ افتخاری جدید در یک واحد معروف ارتش کانادا در استان بریتیش کلمبیای این کشور. برای نخستین بار یک ایرانی تبار به خاطر خدماتش به جامعه و شهری که در آن زندگی می‌کند به این سمت منصوب شده. انتصابی که فرمانده ارتش باید آن را به وزیر دفاع پیشنهاد کند و پس از تایید وزیر نهایی می‌شود. فرید روحانی در لباس نظامی نقش رابط میان ارتش و غیر نظامیان برای مشارکت و شناخت بیشتر مردم از فعالیت‌های ارتشیان این کشور را بازی خواهد کرد. آقای روحانی حالا بالاترین مقام نظامی در میان ایرانی تباران ارتش کانادا است. من در حقیقت در جامعه کانادا و به خصوص در ایالت بریتیش کلمبیا
کارهایی که کردم مورد توجه قرار گرفته، به جامعه کارهایی که برای خدمت و تبلیغ مالتیکالترالیزم یا چندملیتی در کانادا کردم مورد توجه ارتش قرار گرفت و مدت خیلی زیادی طول کشید تا منو به عنوان سرهنگ قبول بکنه. پذیرفته شدن در میان نظامیانی که سربازان آن بیش از هر زمان دیگری در تاریخ این کشور از قومیت‌ها و مذاهب مختلف هستند. مهاجران کانادایی شده از چهار گوشه جهان که هر سال بسیاریشان به ویژه از میان نسل دومی‌ها داوطلب خدمت در ارتش این کشور می‌شوند. سرهنگ روحانی از ویژگی‌های این واحد ارتش می‌گوید. این یکی از قدیمی ترین واحدهای ارتشی در جنگ آفریقای جنوبی گرفته که در به اینجا به اسم بور وار معروفه، در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، در جاهایی که ارتش کانادا ارتش صلح بوده و قوای صلح داشته اونجا شرکت کرده و از همه قومیت‌های کانادایی من جمله هندی، من جمله سرخپوست، ایرانی و غیر چینی همه درش هستن، همه زیر یک پرچم خدمت میکنن و هیچ فرقی بینشون نیست، ولی واقعا یک واحد بسیار خدمتگزار موفق و دارای افتخارات بزرگیه در کانادا هستن. وزیر دفاع کانادا خودش قبلا اینجا رئیس واحد بوده. از یک سرهنگ ایرانی تا وزیر دفاع کانادا که خود هندی تبار است، ارتشی متنوع که ایرانی تبارهای کانادا مانند عرصه‌های دیگر از سیاست گرفته تا علم و اقتصاد در آن نقش پررنگ تری بازی می کنند. بهمن کلبوسی، BBC. کریسمس در کشورها و فرهنگ‌های مختلف شکل‌های متفاوتی داره. تیم اولمن خبرنگار BBC نگاهی انداخته به جشن کریسمس در بعضی مناطق دنیا. Where else would it begin? بابا نوئل مثل هر سال سفر خود را از اینجا، یک روستای پوشیده از برف در فنلاند، آغاز می‌کند. او اول به میان مردم آمد، سوار سورتمه شد و رفت تا سفر دور دنیای خود را آغاز کند. او کیلومترها راه پیش رو دارد تا هدایای کریسمس را به دست صاحبانش برساند. اما از کجا بفهمیم او در کجای سفرش است؟ فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی وبسایتی طراحی کرده که در آن کاربران می توانند سفر بابا نوئل را از ابتدا تا انتها رصد کرده. اگر تصمیم دارید چند روزی را به یک سفر هیجان انگیز بروید، می توانید این مرد بریتانیایی را الگوی خودتان قرار دهید. او برای گذراندن تعطیلات کریسمس تا قطب جنوب اسکی کرد و امروز را در دمای منفی 28 درجه قطب گذراند. و در نهایت این تروبچه ها هستند که اینجا در مکزیک این موقع سال را از بقیه اوقات سال متفاوت می کنند. اینجا در شهر اواکا در مکزیک فستیوال سالانه برگزار می شود که تم اصلی آن سبزی هایی مثل تروبچه است. بخشی از جشنواره امسال به یاد استیون هاوکینگ، فیزیکدان برجسته بریتانیایی، اختصاص یافته. تیم اولمن، BBC نیوز. و امروز در برنامه هشتگ شما هم می پرسیم آیا شما کریسمس رو جشن می گیرید؟ اگر در کشور مسیحی یا غیر مسیحی زندگی می کنید، دلیلتون برای احیانا جشن گرفتن این روز چیه؟ و بالاخره درباره ممنوعیت‌هایی که گاهی در ایران برای فروش محصولات مربوط به کریسمس اعمال میشه چی فکر می‌کنید؟ برای اینکه نظر خودتون رو به ما اعلام کنید، از طریق یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه تلویزیون می‌بینید با ما تماس بگیرید. نظر و شماره تلفن خودتون رو می‌تونید به پیامگیر ما هم در تلگرام بفرستید که هست @BBC شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که BBC فارسی رو انتخاب کردید.